سلام، من آزاده هستم و کانال من خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا این رپ فارسی قشنگ مارکت خشک و کبیر شده دیگه، اصلا هیچ آهنگ جالبی در نمیاد. گفتم بریم با هم دیگه یه جالب ببینیم، یکم سرمون گرم شد. ما ریاکشن همه جور آدم و همه قشر و همه سن و سالی و به موزیک دیده بودیم، غیر از آخوند که خدا رو شکر این تپرم آباد کردن، این مرحلم آنلاک شد و دیگه برادران آخوند وارد ریاکشن به موزیک شدن، اونم به کی‌پاپ، اونم کی‌پاپ مثبت 18. خلاصه که خیلی جالبه، یه آخوندی هست به اسم مصطفی محمدی، این خودش هم اصلا تو یوتیوبش نوشته آخوند، خیلی جالب. حالا تبلیغات نمی کنم، پا نشید برید سرچ بکنید ببینید چه، این آخوند ها ایمپرشن ندید. این میاد به موزیکای کی‌پاپ ریاکشن میکنه. آجی اگه از من سابسکرایبر گرفتی حرامت، یعنی حلالت نمیگم. خلاصه میاد به موزیکای کی‌پاپ ریاکشن میکنه و حاجی فندوم، حاجی قشنگ خود آرمی، قشنگ آمار همه چیو داره و همه رو پیگیره و قشنگ واسه خودش چیزه دیگه، از این آرمیای بی تی اس. آره باور کنید اصلا خودش چیزه، آرمیه دیگه. بعد کاور فوتوهای عجیب و غریب و جزدای و فلان. خلاصه من همین ابتدای ویدیو میخوام حاج آقا رو به یه چالش خیلی خوب دعوت کنم، اونو آخر ویدیو میگم چه چالشی. بریم ما هم ریاکشنش رو به آهنگ 7 جانکوک ببینیم که باید خیلی جالب باشه. خلاصه بریم. اول یادتون نره سابسکرایب بکنید چنل من، نرید کانال حاج آقا رو سابسکرایب بکنید و چنل من رو سابسکرایب بکنید. لایک یادتون، آقا یک ثانیه، نه اصلا کمتر از یک ثانیه، نیم ثانیه لایک بکنید. صفحه اینستاگرام من آزی پینکسی بریم. امروز میخوایم آهنگ 7 جونکوک از اعضای بی تی اس رو با هم بررسی کنیم. نکته خوبی به خصوص برای دختر خانم ها داره، تا انتها با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگ. فکر کنم میخوای آهنگ مثبت 18 جانکوک بی تی اس و اینا ریاکشن بکنی، اولش میگی بسم الله الرحمن الرحیم، نداریم آجی، نداریم عکسو. هنی انگسه و بنده مصطفی محمدی هستم در خدمت شما با یه جلسه دیگه درباره بررسی موسیقی های کی‌پاپ به خصوص گروه معروف بی تی اس. خب جون یعنی واقعا نداشتیم در تاریخ آخوند بیاد بگه خب میخوایم موزیک کی‌پاپ بررسی بکنیم. شما لامصبا تا کدوم تبارو فت کردین دیگه؟ کوک کم سنترین عضو بی تی اس یه آهنگ عاشقانه خونده که خب چیز عجیبی نیست. هزاران هزار خواننده در سراسر دنیا این سبکی میخونن، چون تو عشق هرچی دروغ‌ها و اغراق‌های بیشتری در اشعارت باشه لذت بخش‌تره. هیچ ایرادی هرچی دروغ بیشتر باشه لذت بخشتره. این جمله شما رو یاد چه اشخاصی میندازه دقیقا؟ بعد حاج آقا ویدیوهاشو باید ببینی، نگم برات، یعنی از اینایی که همه چی رو به هم گوز و شقیقه رو به هم نگه ربط میدن، تهش تئوری در بیار، از اینایی که مثلا واقعیه یا کیک، تهش دقیقا تو این سوال رو از خودت میپرسی. اما یه قسمتش متاسفانه حرفی گفته شده که خب ناامید کننده بود، البته نه برای من، برای خیلی ناامید کننده بود. خوبه گفت نه برای من، وگرنه من به شما و با جناقتون شک میکردم. خیلی از دخترها، برای خیلی از آرمیا، البته یه بخش متعصب بود. حاج آقا آمار همه آرمیا رو هم داره، دخترها از چی خوششون میاد و از چی ناراحت میشن و دو آتیشه. از این طرف داران بی تی اس که خب تو هر قشر و گروهی هم پیدا میشه، اصلا اینا آدم هم بکشن بازم بیخیالشون نمیشن و یه جور توجیهش میکنن. چه تئوری های آشنایی، واقعا آدم اینا رو میشنوه یاد یه سری تئوری هایی که برای همه ما خیلی آشناست. البته اعضای بی تی اس از این کارا نمیکنن، اما آرمیا متاسفانه اغلب، نمیگم همشون، اغلب افراطی عمل میکنن و مثلا هنوز ویدیوهای ما رو ندیده داره فوش و بد و بیرایی که نصیب ما میکنه. حاج آقا منم همینطور ویدیوهای ما رو ندیده میان فوش میدن.
اما انصافا بعضیشون خیلی منطقی و عاقلانه رفتار میکنن و خب اگه نقدی هم داشته باشن صریح ولی با ادب میگن. خب دور نشیم از بحث. جون کوک تو این آهنگ که اگه اشتباه نکنم 5 نفر متنش رو نوشتن از این خارجی ها، داره میگه Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you right 7 days a week. حاج آقا کل لیریکس و حفظه، ماشاءالله حاج آقا دیگه چیزه فکر کنم دعای نوتی به اینا دیگه وقت نمیکنه حفظ کنه، نشسته لیریکس حفظ میکنه. انگلیسی هم آیم بلک برد. چی میگه معنیش چی میشه؟ میگه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، هفت روز هفته، هر ساعت، هر دقیقه، هر ثانیه، تو میدونی که شب به شب من دقیقا هفت روز هفته تو رو میخوام و تو رو دوست خواهم داشت. ببین حاج آقا ترجمهش هم خوبه. حاج آقا نه تنها لیریکس رو حفظ کرده، انگلیسی فول، آیلتس قشنگ در حد 9، تازه واسه ترجمه هم میکنه. آی جی جی بابا حاج آقا من یه وقت بی حجابم ناراحت نشده باشه. من دقیقا هفت روز هفته تو رو میخوام و تو رو دوست خواهم داشت. آج آقا این کجاش بده؟ خب عزیزم ببخشید، این نسخه کلین این آهنگ بود، اما نسخه صریحش به جای لاوین میگه حاج آقا خجالت کشیدن. حاج آقا همه نسخه ها رو نشسته حفظ کرده، نسخه صحیح و نمیدونم تمیزش و نسخه غیر تمیزش. حاج آقا هیچی از زیر دستش در نمیره، آرمیه. خجالت کشید. یعنی خدایا یا من پولدار شم یا یه دونه آخون بشینه آهنگ آلبی فاکین یو رایت پلی بکنه. خدا دیگه اهل دل و اهل معنا خودشون متوجه شدن. اهل دلا چی حال اهل دلا رو درک میکنه؟ دوستاشم تو چیه؟ تو رابطه جنسی داشتن هر روز و هر ساعت و هر ثانیه، به خصوص با بای جنا. بقیه جاهاش هم کاملا مشخص و داره کد میده برای رابطه. Let's sleep in yeah. ماشالله حاج آقا همه کدا رو تو هوا میگیره. Leave you with that afterglow. آره بیا تو هفت روز هفته بخوابیم، تو رو با اون درخشش بعدش تنها میذارم. البته حالا ما اینجوری معناش کردیم، خود افراد میدونن یعنی چی. یعنی چی شیطونا؟ خود افراد میدونن یعنی چی؟ دیگه عشق ورزیدن و دوست داشتن که عزیزان همش تو رخت خواب نیست، متوجه دیگه منظورشی؟ آره واضحه دیگه. البته بعید میدم یه آرمی بتونه دیگه اینا رو نادیده بگیره، چون تو کار آرمیا ببین قشنگ همه چی رو در مورد آرمیا فندوم همه چی میدونه. حاج آقا کامنت ها قشنگ واضح بود چقدر ناراحت شدن. یه دختره کامنت گذاشته بود به خدا 100 بار چشام رو باز و بسته کردن. چه عشقی به خدا دختر نمیتونه اینجوری عشوه بیاد. راحت شدن. یه دختره کامنت گذاشته بود به خدا 100 بار چشام رو باز و بسته کردم که آیا واقعا داره میگه هفت روز هفته به فنات میدم. البته من سانسورش کردم ها. تو رو خدا سانسور نکن خواهش میکنم، ما میخواییم بشنویم. خدا این همون جونکوک معصوم ماست؟ یکی دیگه جوابش رو داده، این بچه منظورش خود جونکوکه، این بچه قبلا دختر میدید فرار میکرد و نمیدونم یهو چی شد. یعنی حسابی به هم ریختن و اومدن کلی فوش دادن به اون دختره هانسوهی که چرا مثلا پسر ما رو از ما گرفتی. البته این اتفاق طبیعیه نسبت به خیلی از این. بعد حاج آقا آمار همه ریلیشن ها با کی با کی رله با کی با کی کات کردن هم داره، به خود خود فندوم ندارن این آمارو. سلبریتی های خوشگل و خوشتیب این اتفاق میفته سراسر دنیا. چقدر از این تینیجر ها داخل ایران عاشق احسان علی خانی و محمد رضا گلزار هستن، دقیقا به خاطر کیوت بودنشونه. به خاطر چیشونه آجی؟ گفتی به خاطر چیشونه؟ علی خانی و محمد رضا گلزار هستن، دقیقا به خاطر کیوت بودنشونه. اوه مای گاد، به خاطر کیوت بودنشونه. و سر همینم کلی با هم رقابت میکنم تا بتونن اونو به دست بیارن. حالا یه روزی چسخل مسخلی سر نمیدونم احسان علی خانی با هم دیگه رقابت میکنیم. طرف اسم اکانتش اینه، نگاه کنید، همون دخترم که برای زن جونکوک شدن تو صفم رفته گشته اکانت هم پیدا کرده. اسم نگاه کن به طولانی یا بلفاز. ببین جالب خود این دختر کامنت گذاشته یعنی هفت روز هفته زیاد نیست. خب من چیکار کنم بزرگوار؟ فرشته شما میگه You make Mondays feel like weekends. I go to school by bus.
تو باعث میشی که دوشنبه شبی آخر هفته باشه، یعنی با تو اول هفته میشه مثل شب جمعه ما ایرانی ها. شب جمعه ما ایرانی ها، حاج آقا استاد شب جمعه است. البته با جناقش هم احتمالا العاقل و یک فیبل اشاره دیگه. اگه باور ندارید خودتون متن این موزیک رو تو اینترنت ببینید. قضاوت با شما عزیزان. خب هدف من از این کلیپ و بررسی این آهنگ چی بود؟ به خدا اگه بدونم هدف چی بود، من اصلا منم موندم ببینم هدف تو چی بوده که یک آخون نشسته یه آهنگ BTS داره بررسی میکنه واسه ما. اصلا خود BTS ها اگه بفهمن یا آخون نشسته به آهنگاشون ریاکشن هم آنالیز و اینا میکنه، اصلا موزیک رو برای همیشه میذارن کنار میرن غزه میجنگن. اولش با شما آرمی های عزیز که خب خیلی به بنده ابراز لطف و التماس دعا داشتید. آرمی ها بهش ابراز لطف داشتن، فکر کنم که حسابی همه فوشای مثبت 18 رو به حاج آقا دادن تو کامنت ها. والا چی بگم، اعصاب مصاب اصلا ندارن و طرف هر چی بلده میگه. البته نه همشون، بیشترشون. بابا جان تو اگه الگوت این پسرهای به اصطلاح دوست داشتنی و فرشته های روی زمینه، اینجوری هیچ وقت نمیتونی به شهرت و محبوبیت اونها برسی. فقط تا آخر عمر در حد یه طرفدار دو آتیشه میمونی. اون اگه به جایی رسید، ببین حاج آقا داره بهت نکات کلیدی زندگی یاد میده. میخوای پیشرفت بکنی باید این کارا رو بکنی. نمردیم و حاجی هم به همون یاد دادش که چجوری از سطح فندوم و از سطح نمیدونم فن بودن پیشرفت بکنی. دیدن قطعا خیلی کار کردن رو خودشون تا جلوی انتقادها و فحاشیایی که بهشون میشه صبوری پیشه کنن، نه اینکه با تعصب بیجا بدتر فندوم رو خراب بکنید. اگه فندوم رو خراب نکنین، چهار نفر وقتی بیان این کامنت های شما رو ببینن با خودشون میگن ببین BTS چه بلایی سر اینها آورده که اینقدر بی اعصابن، و هیچ وقت ترغیب نشن تا عضو ارتش پسران ضد گلوله بشن. او حاج آقا میدونه که BTS مخففه چیه، ارتش پسران ضد گلوله و نمیدونم این فندوم ها چیه. نو آجاقا واقعا من تبریک میگم به شما که در این حد مرزهای علم رو شکافتید. یعنی آجاقا دیگه هیچی واسه من باقی نذاش بگم، دیگه همه رو گفت. اگه با آرمی شدنت هنوز داری با خانوادت می جنگی و والدین و خواهر برادرت از اخلاق و رفتارت معذبن، بدون که فقط داری اسم آرمی بودن رو حمل میکنی و روز به روز فاصلت با اون هدف والات بیشتر میشه. دقیقا چه هدف والایی میتونی داشته باشی از آرمی شده؟ حالا خودویش این واقعا من از این کار چسخل مسخل هست مثلا بخواه بری آرمی بشی و خودتو واسه یکی جر و واجر بکنی. اصولا آدم هایی تو زندگیشون این کار میکنن که خودشون چیزی نشدن. یعنی شما بری زندگی یا آدم های موفق، آدم های ثروتمند، آدم هایی که به یک درجات خیلی بالایی رسیدن نگاه بکنی، طرفدار هیچ کس نیست. شاید مثلا یه فوتبالی دنبال بکنیش ولی طرفدار کسی نیست. ولی اصولا کسایی طرفدار و طرفدارای خیلی متعصب میشن که هم سن پایینی دارن، اصولا گروه سنی الف، و هم که خودشون مثلا تو زندگی هنوز به جایگاه خاصی نرسیدن، اون آدم و طرفدارش میشن که بتونن از موفقیت‌های اون خودشون احساس موفقیت بگن. واسه همین واقعا خیلی دوستانه خواهرانه اگر طرفدار متعصب شخص خاصی هستی یه دقیقه بشین فکر کن ببین چرا این کار رو داری میکنی، و مطمئن باش یه روز بزرگ میشه از اینکه طرفدار سینه چاک کسی بودی به خاطرش میرفتی دعوا میکردی فوش میدی، اصلا بد جوری پشیمون میشه. البته در سنین بالا هم این اتفاق میافته ها که تو به خاطر یه نفر، حالا از روی عشق باشه، علاقه باشه، هر چیزی، بخوای بری خودتو واسش بکشی، نمیدونم طرفداریشو بکنی، ولی واقعا ته همه این کارا پشیمونیه. و 100% به شما پیشنهاد میکنم طرفدار سینه چاک کسی نباشید، به خدا پشیمون میشین. فقط بیشتر درگیر عشق شدی و دل کندن و آزاد شدن ازش محال و محالتر خواهد شد. راست میگه حاج آقا، بعدن خودت متوجه میشی. راست میگه عزیز جان. این آهنگ نشون داد که تصورت از فرشته های معصوم و بیگناه اشتباهه. امیدوارم قبول کنی. قبولم نکردی حداقل بهش فکر کن، بذار تو ذهنت خیس بخوره. ته این دوست داشتن ها به خاطر ارضای شهوته. البته قطعا دختر خانم هایی که الان اینو میشنون قبول نمیکنن و صدای اعتراضشون بلند میشه، اما گل پسرها خوب میفهمن که من چی میگم.
خب میگه تهش به خاطر شهوته. خب حالا فرزن خانوما شهوت دارن، دختر و شهوت دارن به اون پسرهای بی تیزی. آقایون چرا؟ آقا چرا همه رو با خودتون و باجناقتون مقایسه میکنین؟ بابا این داستانه نمیدونم این باجناقا اونا مثل که باعث شده شما فکر کنین نه این همه شهوتی به هم دیگه دارن. به خدا نه، به خدا نه، اون داستان فقط بین باجناقاست. اونم داستانشو همه میدونن دیگه، کدوم باجناقا. آبجی گلم نزار مقامت پایین بیاد که آرزو کنی یه نفر مثل جونکوک هر ساعت و هر دقیقه و هر ثانیه باهات. بله آم میدونم این حرف همش اغراقه، آره شعره، آهنگه، قبول، اما پسری که داره تو رو واسه اینها مخزنی میکنه، تهش که ازت کام گرفت به زودی براش کهنه میشی. اون مشهور و دل رو باست و کلی آدم تو صف انتظارش هستن. آقا فقط برید به باجناقاتون بدید. اما تو اونی هستی که میری تو سطل زباله فراموشی. تو باید ناز کنی اون ابراز، تو باید دست نیافتنی بشی آبجی. بذار آب اون برای به دست آوردنت زحمت بکشه، وگرنه چیزی که بی زحمت و مفت به دست بیاد مفتم و کنار گذاشته میشه. خدایی اینا اعتقادات قرون وسطاییه واقعا. به نظر من قرون وسطایی تو ناز بکنی اون واسه به دست آوردن تو زحمت بکشه، به خصوص وقتی از ایران بیرون میای میبینی خیلی این افکار عقب مونده است و خارج از ایران واقعا در این حد اینجوری نیست. درسته حالا مثلا همیشه بالاخره پسرها بیشتر میرن ناز بکشن و نه، ولی واقعا نه در این حد که دختره هی پسش بزنه ناز بکنه پسره هی دنبالش بود. به خدا نیست، واقعا افکار پوسیده رو بریزیم بیرون. اما حرف آخرم با والدین و معلم ها و هر کسی که میبینه یکی از اطرافیانش آرمی و بدجور عاشقه فرشته هاست. عزیزان شما فقط راه درست رو با مهربونی بهش نشون بده. حاج آقا خسته شدم یه حوصله‌ام سر رفت. حاج آقا چیزه پشتش هم پرده سبز میندازه و خلاصه یوتیوبر یه واسه خودش حاج آقا. اصلا ویدیوهای دیگه شو ببینید که میگم از اینا که همیشه به هم دیگه رب بده تش به یه چیزی میرسه که اصلا هیچ کس جز یه آخوند نمیتونه اینو برسه. و اما من به حاج آقا پیشنهاد میکنم که حاج آقا بیا با هم دیگه من و شما دوتایی یه ویدیو مشترک بسازیم به آهنگ اثر منفی ریاکشن میکنیم. اثر منفی در مورد اثرات منفی مواد مخدر بر جوانان هست. فکر کنم خیلی پیشنهاد خوبی باشه دوتایی با هم دیگه آهنگو بررسی بکنیم، شما نظر بدید. خلاصه حاج آقا اینستاگرام من هستش، اینجا هم هست، میتونی بهم دایرکت بدی واسم کامنت بذاری. حاجی جون با هم دیگه آهنگ اثر منفی و بررسی و آنالیز بکنیم. مرسی که با من نگاه کردین، لایک و ساب و از این داستانا یادتون نره. از اینا بهتون خدافظ.